یک تصور از شخصیت امام محمد عسکری نهادینه شد. پس در واقع هم تأسفانه بر اساس همین مسئله که در دانشگاه هم در همه اصناف جامعه عربستان برای اینها امام محمد عسکری یک افسانه است. یعنی اونها این رو یک افسانه ساخته شیعه میدونن. بله، ما در این جامعه معتقد هستیم که امام حسن عسکری بدون بچه از دنیا رحلت فرموده. این جور اعتقاد ما که نه نرجس و نه حسن عسکری یک بچه به نام محمد داشتن. این جز مسلمات اعتقادی مکتب وهابیت به تعبیر شما نهادینه شده این مطلب مسلم. قطعی مسلم از بچه ابتدایی تا پیر کهنسال همه میدانند که چیزی به نام محمد ابن حسن عسکری نیست. امام عسکری فرزندی به این نام نداشت، اصلا فرزند نداشت، همه میدونستید این رو. بله بله، این مسلمه، مسلم. و ملت شاید برای ما مسئله داستان ها و شخصیت محمد حسن عسکری من یادم هست میمونه مثل موجودات که الان مثلا شاید میتونم تعبیر کنم، موجودات که یک عده میگن شاید یک انسان در تاریخ فضایی زندگی کنه، این یک موجود افسانی هست. میشنویم و باور نمی کنیم. من اصلا باور نمی کنم، یک افسانه هست، یک وجود خارجی نداشته. بعدا چیه؟ به مرور زمان تأسفانه و مسئله ابتدا برای ما یک مسئله افسانه است، ولی تأسفانه تو دانشگاه عربستان این مسئله به مرور زمان از این مسئله فراتر رفته. استاد قبل از اینکه این بحث به اینجا بکشونیم، بله، ببینید ما یه کسانی هم داریم که اینها از درون مذهب این فکر رو تقویت میکنن. احمد الکاتب کسی بوده که میگه من شیعه هستم اما 11 امامی، یعنی تا این حد میخوام بگم اینا تقویت میکنن این شبهه ها رو و این فکر ها رو. اینها وهابیت وطنی هستن که مسئله مهدویت رو بر پایه اون فکر وهابی شما رد میکنن. میخوام شاهد بیارم برای حرفتون که میخوام بگم فقط منحصر در وهابیت نیست، در جاهای دیگه هم این رو افسانه فرض کردند. خب بفرمایید. بله، بعدا چون کتاب های زیاد در مورد این شخصیت نوشته شده تو جامعه ما، تو جامعه وهابیت، و هر کتابی که در مورد تشیع نوشته شد حتما یک بابی و یک مبحث کامل در مورد این افسانه هست میگفته، حتما یه چیزی می‌نویسه. بلی، بعدا ما از یک حالت که من تقریبا شاید اگر مشکل داشته بودم در توضیح شما حضور وارد کنید که مثلا چه، چون شما هم کتاب هم فرمودی کاملا. نه من میخوام بگم حتی به عربی هم میتونید بعضی جاها رو بگید، اگه دشوار هست به عربی بگید من ترجمه میکنم. یعنی ما اومدیم چیه؟ در یک حالت به مرور زمان شاید این اتفاق افتاده. الان ببینید کتاب های جدید که در عربستان چاپ شد در مورد شخصیت محمد حسن عسکری، این به عنوان یک توطئه تلقی شد، نه یک افسانه. ببینید از حالت افسانه خارجش کردیم، خارج کردیم به حالت یک توطئه هست و شروع کردیم به فلسفه. هیچ مستند تأسفانه نداشتیم، ولی واقعا تأسفانه اینقدر این توطئه در ذهن ما فرو رفته که بیقین رسیدیم. یعنی ما اومدیم چیه؟ اومدیم گفتیم چند شخصیت اومدن، این بعدا اومدیم فلسفه این توطئه. گفتیم یه نفر به نام عثمان بن سعید عمری، این یادم هست این تو دانشگاه ما تدریس میده، این شخص زرنگ خطرناک این توطئه هست. این فلسفش اینجور بوده، دید
حالا که امام حسن عسکری از دنیا رفت و مصلحت خودش که ثروت ها و امکانات و شخصیت خود و مقام اجتماعی خود اگر اعلان نکند که فرزند داشته باشد از بین میرد، برای حفظ منافع شخصی خود اومده اعلان کرده که من میشناسم یه نفر به نام محمد حسن عسکری که این فرزنده. قرازه چیه؟ ما گفتیم این تولید شخصیت وهمی عثمان بن سعید عمری هست که وکیل امام حسن عسکری بوده. بعدم چی شده؟ حالا که عثمان از دنیا رفت، مساله خود ایفا کرده که این وکالت به دست فرزندش محمد عثمانه. ما فکر می‌کردیم که جنگ در واقع جنگ اقتصادی و دنیوی و کاملا غیر الهی و غیر ربانی، مصلحت پول و مسئله اقتصادی و مسائل. ما معتقدیم که اصلا مکتب تشیع کلن توسط عبدالله بن سبا یک یهودی ایجاد شد. چی میرسه به خود امام حسن عسکری؟ خود اصل مذهب اصل مکتب. ما وقتی که معتقدیم که این مکتب کل مکتب امام صادق ساخته شده توسط یه نفر یمنی به نام عبدالله بن سبا که از یمن هستن، پس برای ما این مسئله توطئه ادامه همین توطئه. و همین لطف میگفتیم ما دو تا عبدالله بن سبا داشتیم، یکی عبدالله بن سبا زمان امام علی هست که باعث ایجاد افسانه وصیت به امام علی هست و امامت امام علی هست، و یکی عبدالله بن سبا دوم همین محمد همین عثمان عمری که باعث ایجاد افسانه وجود محمد حسن عسکری هست. پس ما معتقدیم که عثمان ادامه عبدالله بن سبا هست. هر دو شخصیت بر اساس منافع شخصی خود و بر اساس توطئه یهودیت و مجوسیت و زردشت و این تشکیلات و این واقعا یک نقشه بزرگ داشتیم اصلا از این. و برای ما نقشه شیعه صد برابر خطرش از پروتکولات صهیون است. یعنی پروتکولات صهیون و سیاست صهیونیست قابل مقایسه با سیاست شیعه نیست در ایجاد مسائل وهمی و تبدیل اینها به یک مسائل عقیدتی. بعد محمد عثمان و این مباحث توی دانشگاه ها هم طرح میشد. میشه ما اصلا درس میخوندید تو کتاب شما مطالعه کنید، کتاب بروتکولات علمای قوم. بله بله. آها، پروتکلات علمای قوم نامگذاری مشابه پروتکل های حکمای صهیونیست. بله همینه. ما معتقدیم اصلا که اصلا مکتب تشیع یک توطئه بر علیه مکتب اهل تسنن. جالبه، خیلی جالبه. بله. و به همین علت پروتکلات صهیون، حکمای صهیون هیچ قابل مقایسه با پروتکلات حکمای ایران و قوم نیست. بس اومدن یه توطئه درست کردن، محمد عثمان داره از دنیا میره، فرزند عثمان عمر. بله بله. اومده این داستان و این افسانه به حسن بن روح نوبختی. بله. حسن نوبختی از دنیا میره و محمد علی سماری آخرین وکیل این افسانه به نام محمد حسن عسکری هست. بعدا گفتیم این مثل اینکه محمد سمری میخواسته این شاید توبه کرده. گفت چقدر به مردم دروغیم. گفت غیبت و کبرات محقق شد، دیگر کسی که میاد میگید غیبت امام زمان دیدن دروغه. این مثل اینکه کم کم فهمید ما باید اصلا حداقل این افسانه باید ببندیم. این مثل اینکه ضمیرش زنده شد، به خدا برگشت، گفت ببینید الان هر کس میاد بعد از این نیابت من، یعنی محمد علی سموری میگید من نایب منجوم یا ششم، این دروغگو هست. این میخواسته این برونده ببنده. ولی بعد از اینکه چه توطئه انجام شد، غیبت کبرا،
یعنی اینا میتونن توسط این افسانه یک مکتب اینها اگر این افسانه ادامه پیدا نکنه از بین خواهد رفت. بعد از اینکه افسانه ایجاد شد و امام اینها غیبت و کبرا پیدا کرد، این افسانه منتقل شده به این روحانیت تشیع هست. روحانیت تشیع از این امام زمان به نام محمد انصاری بهره برداری میکنند برای اینکه جیوب مظلومان و سواد اصلا بی سوادان تخلیه بشه به نام خمس. و بس واقعا این یک کارخانه صنعتی برای اینها شده. این افسانه است، اینجور تفکر ما همیشه